زوجهای جوانی که اولین پله های زندگی مشترک را آغاز کردند، با شرکت در مراسم عروسی دست جمعی به مناسبت میلاد با سعادت امام محمد باقر علیه السلام. 31 زوج لباس عروسی برتن کرده و از اینجا به خانه بخت می روند. می گویند برخی به دلیل اوضاع بد اقتصادی و شماره هم به دلیل ترویج فرهنگ آسان و اسلامی در جامعه به این قافله پیوستند. مصارف میکنی، عروس داماد دامن فقر گرفتار میشه، ولی فقط به خاطر یک عرف جامعه است که متاسفانه یه عرف جامعه ما و شما همه مردم را فراگیر شده. شاید مردم یک گام منفی بگه، ولی نه، یک گام نیست. ما باید تا حد تلاش کنیم چون مصرف های بیجا را کم کنیم. این هشتمین دوری مراسم عروسی دست جمعی است که از سوی بنیاد خیریه الکوثر برگزار می شود. برگزار کنندگان هدف آن را ترویج فرهنگ ازدواج آسان و اسلامی عنوان می کنند. عالمان دین هم می گویند رسم و رواج های ناپسند در جامعه زمینه ازدواج و تشکیل خانواده را برای جوانان دشوار ساخته است. متاسفانه گاهی به اثر تشریفات و تشریفات زائد و حتی خرافی گاهی به گونه‌ای در آمده است که راه صعب العبوری میماند که عبور از آن برای جوانان مشکل است. با این قیمتی که هست، با این وضعیت فعلی که هست، باید تلاش شود که خیرین هم تلاش کند و خانواده های زوج ها هم تلاش داشته باشد که هزینه ها را کم کند. شرکت کنندگان هم با استقبال از برگزاری چنین برنامه ها از خانواده ها می خواهند که زندگی فرزندانشان را قربانی چشم و همچشمی و رسم و رواج های ناپسند نکنند. بعضی ها شنیدم حتی 5-6 سال ماندن که عروسی نتوانستن، لذا شما بیتواند که تشویق شود و در این برنامه ها شرکت بکنند. از این گونه برنامه ها خیلی خوشحالیم که فرهنگ درست، فرهنگ صحیح را در جامعه مروج میکند. امروز ما در جامعه ما فرهنگ ها و رسم رواج های غلطی وجود دارد. در یکی دو سال اخیر فرهنگ ازدواج آسان و اسلامی در جامعه جا افتاده و خانواده ها هم با برگزاری چنین مراسم هایی به فرهنگ و رسم و رواج ناپسند پشت پا زدند. محمد اسلام بهنوش، تلویزیون تمدن، کابل.